رئیس زبان تاجیکی و اید کسبی آموزگاران این دو واژه برای تاجیکستان صاحب استقلال نهایت ارزشمند، پایه‌گذار اصالت ملی و شهستون معرفت و فرهنگ خلق تمدن آفر تاجیک شمارده شده، با هم ارتباط ناگسستنی دارند. زیرا ملت روشن فکر تاجیک با فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله خیش افتخار و سربلندی داشته و این همه ارزش‌های فرهنگی تا زمان ما محض توسط زبان شیوای پرغنوات تاجیکی به یادگار مانده و توسط زبان تاجیکی شناخته شدند. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تاکید می‌دارند زبان ادبی تاجیک در جریان تشکل و تحول خیش راه نهایت پرفاجعه را طی نموده، از سنجش و امتحان‌های بزرگ گذشته است. زحمت‌های بی‌دریغ، میراث گرانبها و کارنامه‌های بی‌نظیر فرزندان فرزانه‌اش در شکل زیبا با ذخیره‌های غنی و رنگین برای ما میراث مانده است. زبان بزرگترین و گویاترین پایه، شناسنامه و نشان برای خلق و ملت است. این سخنان پرمحتوا در همایش متنتنی که با اقدام نخامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتش بخشیده برای زبان تاجیکی و سالگرد عید سعید آموزگاران در قصر فرهنگ به نام سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی دایر گردید. در آن رئیس ناحیه دیوشتش، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و دیگران از جمله ذکر کردند که محض زبان تاجیکی از موجودیت ملت تاجیک درک می‌دهد و هستی ملت تاجیک را در جهان با نام شریف تاجیکستان معرفی می‌نماید. زیرا با این زبان شیوا و گوشنواز سندهای حقوقی بین المللی و آثار علمی و ادبی خلقهای جهان ترجمه می‌گردند. سازشنامه‌ها و قراردادهای مهم بین المللی تهیه می‌گردند. از جمله تمام اهالی کره زمین شاهد هستند که سرور تاجیکان جهان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از منبر بزرگ و معتبر جهان سازمان ملل متحد با زبان شیوای گوارای تاجیکی سخن رانده، سران دولت‌های جهان را با زبان فصیح تاجیکی به صلح و آرامش و دوستی و رفاقت دعوت نمودند. زبان شیوای گوارای تاجیک را بیشتر آموزگاران و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و لیسه گیمنازیه‌های در ناحیه دیوشتی موجوده معرفگر هستند و با روز زبان دولتی توأم آمدن عید کسبی آموزگاران خود یک شهادت عملی شوی دستور هدایت‌های پیشوای تاجیکان جهان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. بلند است از فلک شان معلم، بود جان بخش ما جان معلم، نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال از پاره نان معلم. واقعا هم آموزگاری کسبی پرشرف می باشد که برای مکمل به کمال رسیدن هر یک جوان، هر یک نوروز و هر یک فرد جامعه سهم نظررس را معلم آموزگار دارد. و خوشبختانه امروز در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتش روزی زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و عید کسبی آموزگاران با تنتنه جشن گرفته شده ایستاده است. مسلم است که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فعالیت آموزگاری را بهوده پیشبرنده فعالیت جامعه و رشد دهنده کمالات هر یک جوانان نامبر ننموده اند. زیرا که محض تشبث و محنت ها و زحمت های هر یک آموزگار می باشد که امروز جوانان کامل حقوق دیار برای آموختن و سیقل دادن دانش های خود و اعتراف نمودن ارزش های ملی سعی و کوشش می نمایند و با این وسیله ارزش های ملی را خوب از خود نموده برای حفظ و اعتراف آن تمام کوشش های خود را به خرج می دهند. در ادامه گروه کلان ترغیبگران زبان نو تاجیکی و آموزگاران پیشقدم مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و لیسه گیمنازیه ها با افتخارنامه های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتج، شعبه معارف و اتفاق کسبی صاحبی قدرشناسی کرده شدند. برنامه پروگرام فرهنگی بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، قرائت شعر و رقص سرودها در وصف زبان تاجیکی، جاه و منزلت این زبان شیوای گوارا و صحنه پرتاثیر نسبت احترام زبان مادری که از جانب محصلین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه معرض گذاری شد و شرکت کنندگان تاثیرات عمیق باقی گذارد. مزبوط بابازاده، عمرجان یوسفوف، ناحیه دیوشتج، اخبار.